بینندگان عزیز، درود بر شما. در برنامه امروز تیک تاک گزارش هایی داریم درباره وضعیت اقتصادی رژیم، بحران بودجه و تصویب لایحه اون در مجلس و مذاکرات برجام و ادامه تناقض گویی های سردمداران نظام. برای بررسی تحولات میهنون در برنامه تیک تاک با ما همراه باشید. بینندگان گرامی، به خبرهای از جنگ در اوکراین توجه کنید. در حالی که پیشروی نیروهای روسی در جبهه‌های مختلف متوقف شده و آخرین تلاش برای وارد شدن به کیف نیز شکست خورده و پسرانده شده است، هیئت مذاکره کننده اوکراین متشکل از وزیر دفاع و مشاور رئیس جمهور اوکراین و هیئت روسیه در مرز بلاروس مذاکرات خود را آغاز کردند. به گزارش رویترز، در بیانیه دفتر رئیس جمهوری اوکراین گفته شده است گفتگوها بر روی آتش‌بس و عقب‌نشینی فوری نیروهای روسی از خاک اوکراین متمرکز خواهد بود. رئیس تیم مذاکره کننده روسی گفت روسیه به توافقی که شامل منافع طرفین باشد علاقه‌مند است. متعاقباً وزارت خارجه روسیه ضمن تایید آغاز مذاکرات با هیئت اوکراینی از اظهار نظر در مورد هدف مسکو از مذاکرات خودداری کرد. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که تاکنون 5300 نظامی روسی کشته شده، 29 هواپیما، 29 هلیکوپتر روسی سرنگون و 151 تانک و زرهی نیروهای روسیه منهدم شده است. زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز دوشنبه 9 اسفند در یک پیام ویدئویی خطاب به مردم اوکراین گفت: زمانی که من به ریاست جمهوری انتخاب شدم، گفتم هر کدام از ما رئیس جمهور هستیم، برای اینکه همه ما در قبال کشور زیبایمان مسئولیم. اما اکنون زمان آن رسیده که هر کدام از ما یک رزمنده باشیم. رزمنده مستحکم و پابرجا. و من مطمئنم ما پیروز می شویم. پیروز باد اوکراین. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در تشریح تحولات نظامی اوکراین گفت دو سوم نیروهای روسیه اکنون در داخل خاک اوکراین هستند که با مقاومت سخت اوکراینی ها روبرو شدند. تا کنون هیچ یک از شهرهای اصلی اوکراین به دست نیروهای روسی تسخیر نشدند. این منبع افزود، به نظر ما پیشروی نیروهای روسیه به دو دلیل کند شده است. اول، مقاومت اوکراینی‌ها که با روش‌های خلاق ستون‌های نظامی روسیه را مورد تهاجم قرار دادند و دوم، کمبود سوخت و مشکلات لوجستیکی که به طور خاص بر پیشروی آنها تأثیر جدی گذاشته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد یک شنبه شب 8 اسفند به پیشنهاد مشترک آلبانی و آمریکا برگزار شد و با 11 رأی موافق تشکیل اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومی در مورد اوکراین را تصویب کرد. در این جلسه نمایندگان کشورهای مختلف علیه حمله روسیه به اوکراین موضع‌گیری کردند و خواستار توقف این حملات شدند. نماینده اوکراین خطاب به رئیس و اعضای شورای امنیت گفت از شما می‌خواهم به تصاویر و فیلم‌های آنچه هر روز و هر شب در اوکراین اتفاق افتاده نگاه کنید. روسیه بر تجاوز خود مصر بود ولی شکست خورد. کاربران اوکراینی با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی صحنه‌هایی از چگونگی مقاومت خود را به نمایش گذاشتند. از جمله در شهر شرنهیو مردم با ایجاد سدهای انسانی در مقابل تانک‌های روسی مانع از پیشروی آنها شدند. به گزارش میل آنلاین، 60 داوطلب انگلیسی برای جنگیدن در کنار مردم اوکراین علیه نیروهای روسیه به این کشور سفر کردند. این 60 تن که نیروهای ویژه و رزمنده سابق ارتش انگلستان بودند، امروز وارد اوکراین می شوند. این اقدام در واکنش به فراخوان رئیس جمهور اوکراین در مورد تسلیح عمومی برای مقابله با ارتش روسیه صورت می گیرد. مذاکراتی وابسته به تصمیم‌های سیاسی و همراه با خبرهای بد. اینها ویژگی‌های مذاکرات برجام از زبان سرکردگان رژیم آخوندیه. مذاکراتی که به گفته اعضای مجلس ارتجاع آخر سر رفع تحریما فقط بر روی کاغذ خواهد بود و چیزی نصیب رژیم نخواهد شد.
آیا گره کور برجام باز می شود؟ یا به گفته مهره‌های حکومتی تحریم ها فقط روی کاغذ حذف می شود؟ قول آمریکایی ها رو معتبر نمی دونیم. که بگن ما بر می داریم و رو کاغذ بردارن، این فایده نداره. فقط یه سری بدن رو کاغذ خواهند نوشت که ما تحریم ها رو مثلا ویوش کردیم یا برداشتیم، همون رو کاغذ کافیه و ایران باید بره به سراغ اجرای تعهدات خودش. آیا خامنه ای به مفاد پیشنویس و شرایط جدید جامعه جهانی تن می دهد؟ راستی مفاد و شرایط جدید چیست؟ در مورد لغو تحریم‌های آیسا و کاتسا مطلقا تعهد ندادن. اینکه 10 دقیقه قبل از جلسه آقای دکتر قالیباف بیا صحبتی داشته باشه بعد هم همه سری باشه، این قابل قبول نیست. هنوز تصمیمی که گرفته نشده، مذاکرات ادامه داره. در بحث تضمین ها آمریکا مطلقا تعهد نداده که از برجام خارج نشود. یک کارشناس حکومتی با یادآوری فروپاشی نظام هایی که در شرایط بد اقتصادی مقابل مردم ایستادند گفت در شرایط بد اقتصادی اولویت های جامعه تغییر می کند و وضعیت به جایی می رسد که به آن فروپاشی از درون می گویند. امید است به جای مغلطه های سیاسی این درس از جنگ اوکراین را به خوبی یاد بگیریم. یعنی به جای اینکه ما ازش تعهد بگیریم دارن از ما تعهد میگیرن. به نوشته نور نیوز در جلسه شورای عالی امنیت ملی بر ضرورت حل سریع مسائل باقی مانده که مذاکرات را در مرز توافق یا بن‌بست قرار داده تاکید شد. میگن ما برمیداریم و رو کاغذ بردارن، این فایده نداره. رو کاغذ خواهند نوشت که ما تحریم رو مثلا ویوش کردیم یا این که گره کور برجام باز می شود یا نه موضوع ثانوی است. حرف مردم این است که چه تحریم ها روی کاغذ باشد یا نباشد، با برجام و بی برجام سرنگونت می کنیم. مدتی قبل که کمیسیون تلفیق بودجه ارتجاع اعلام کرد کارش روی لایحه بودجه 1401 تموم شده و عنقریب برای تصویب نهایی اون رو به صحن علنی مجلس میفرسته، ناظران حکومتی از باند مغلوب اعلام کردن که این بودجه از جیب مردم زده و به صورت رانت در اختیار صاحبان قدرت قرار داده شده. حالا که بودجه به صحن علنی مجلس رسیده، هر روز نکات جدیدی در دعواهای باندها رو میشه. اما دعوای باندها بر سر چه چیزیه؟ مگه نه اینکه خامنه ای مجلس رو یک دست کرد تا بتونه خط انقباضی خودش رو پیش ببره. پس مشکل رژیم کجاست که نمیتونه بر سر لایحه بودجه به توافق برسه؟ یکی از مشکلات این است که باندهای حاکم حتی در شرایط خفگی اقتصادی نمیخواهند دست در جیب کرده و ریالی به کسری بودجه کمک کنند. وقتی سهمی از بانک ها برداشتند، بانکداران حکومتی یعنی عمدتاً سپاه و سایر نیروهای سرکوبگر و بخشی از باندهای نزدیک به خامنه‌ای از طریق صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی پای خامنه‌ای را به میان کشیدند تا فرمان دهد کاری را که در توان بانک‌ها نیست از آنها نخواهید. همین خواست خرجی شکاف در باند خامنه‌ای را تشدید کرد و از درون مجلس یک دست خودش این اعترافات به چپاول‌های نجومی بانک‌ها بیرون زد. دیروز صحبت از نامه‌ای شد که رئیس کل بانک مرکزی خدمت رهبری فرستادن و نسبت به تسهیلات تکلیفی مصوب تلفیق اعتراض داشتن. آقا هم فرمودن که توجه شود و ارجاع شد به کمیسیون. آقای سالاوی، مجموع پسنداز قرض‌الحسنه و 50% جاری بانک ها امروز بالای 700 هزار میلیارده. تلفیق 360 هزار تاشو به صورت تکلیفی طبق عرف سالانه اعلام کرده.
وقتی بانک ها پشت سر خامنه ای سنگر گرفتند، کمیسیون تلفیق برای تامین کسری بودجه دست در جیب مردم کرد. در مورد غارت مردم هیچ یک از باند های حاکم مشکلی ندارند. مشکل آنجاست که در وحشت از خیزش و قیام، برخی باند ها دستشان برای رفتن در جیب مردم می لرزد و همین اسباب جنگ باندی می شود. ببینید چرا ما باید هر جا کمبود داریم دست در جیب مردم بکنیم؟ اینکه آب و برق و گاز و مصارف دیگر نمیدونم هر پیامکی 30 ریال از مردم گرفته بشه، خب این چه نحوه بودجه ریزیه؟ دیگه بار مضاعفی رو دوش مردم نگذاریم. مردم تا و توان اینکه قیمت ها افزایش بیشتری داشته باشه ندارن. به این ترتیب رژیم در دوراهی وحشت از قیام و دست کردن مستقیم در جیب مردم از طریق گرانی ها مسیر دوم را انتخاب می کند. آنچرا که روزنامه حکومتی آرمان در روز چهارم اسفند آن را حل کسری بودجه با درآمد فیک توصیف کرد. روزنامه حکومتی آرمان در مورد منابع درآمدی بودجه 1401 به نقل از کارشناسان حکومتی نوشت منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه سال آینده خیلی هم واقع بینانه تعیین نشده است، چرا که با واقعیت های اقتصاد امروز ایران و مشکلات بین المللی و تحریم ها و شاید از اینها هم مهمتر فرار گسترده مالیاتی در بخش های مختلف همچنان امکان عدم تامین بودجه را فراهم می سازد که این موضوع به بروز کسری منجر خواهد شد که تبعات عمیقی در اقتصاد دارد. معنی درآمد فیک که این روزنامه حکومتی به آن اشاره کرده را اظهارات یک عضو مجلس ارتجاء روشن می کند که چیزی جز دوباره دست کردن در جیب مردم نیست. شما برای تولید آب الان فی البدایه نمیتونید به هدف برسید و اون رو کسری رو جبران بکنید. تنها راهی رو که پیش روی ما هست، عنایت بفرمایید دوستان، این مربوط به آب میشه، به گاز میشه، به برق میشه. عزیزان تنها راه همینه. یکی از راههایی که میتونه مدیریت مصرف رو پیش روی ما بذاره تعدیل در قیمت هاست. بنا به اظهارات این عضو مجلس ارتجاء میتوان نتیجه گرفت که بودجه سال آتی دستپخت رژیم برنامه ریزی برای اعتراضات اجتماعی و طوفان خشم مردم علیه نظام خواهد بود، چون تنها منبع تضمیندار این بودجه تهمانده سفره محقر مردم است که رژیم با موج گرانی ها و تورم برای ربودن آن برنامه ریزی کرده است و باید منتظر باشد که دستاوردی جز طوفان نخواهد داشت. همراهان برنامه تیک تاک رسیم به بررسی روزنامه‌های رژیم که منعکس کننده بحران‌های داخلی و بین‌المللی آخوندهاست. سلام می‌کنیم به شما و منتظریم گزارش امروز شما رو بشنویم. سلام به شما و سلام و درود به همه دوستان و هم‌میهنان عزیز در هر کجا که هستید. توی روزنامه‌های حکومتی سه‌شنبه 9 اسفند، بحران‌های اقتصادی اجتماعی کنار خبرهای مربوط به با
بازتابهای جنگ اوکراین توی این رژیم بیشترین مطالب رو به خودش اختصاص داده. البته بحران مذاکرات وین هم به خصوص توی روزنامه‌های باند خامنه‌ای جایگاه ویژه‌ای داره. از جمله دلواپسای نظام تو روزنامه کیهان و روزنامه وطن امروز ضمن تاکید روی مواضع رژیم برای حفظ ساختار هسته‌ای جامعه جهانی رو تهدید کردند که این نظام داره به سمت اتمی شدن میره. مثلا کیهان خامنه‌ای توی یادداشت روزش نوشته که نیازی نیست که رژیم تمام مسیر رو طی کنه از آستانه هسته‌ای گذر کنه. بعدش هم اینجوری گفته که نظام قادر است به نقطه‌ای برسد که ظرف چند ماه تا چنین قابلیتی فاصله داشته باشد. آمریکا هم قرار نیست آن را متوقف کند. از اون طرف هم روزنامه‌های باند مغلوبم با اشاره به مواضع اینجوری نوشتن، به این مواضع اینجوری نوشتن که کاسبان تحریم با شنیدن بوی توافق توی وین احساس کردن که منافعشون به خطر افتاده. بله، شما به بحران‌های اقتصادی اجتماعی اشاره کردین. نکته قابل توجه در روزنامه‌های رژیم کدوم‌ها هستند؟ بله، نکته قابل توجه فصل مشترک مقالات مربوط به مسائل اجتماعی اقتصادی توی روزنامه حکومتیه که در واقع اذعان به استمرار و ارتقای قیام‌های مردمی هستش و تداوم غارت و چپاول توسط باندهای حاکم. مثلا روزنامه شرق توی گفتگو به عنوان برندگان علیه بازندگان به نقل از راغفر اقتصاددان حکومتی به استمرار خیزش‌های مردمی علیه سیاست‌های نظام تاکید کرد و آورده که از 1372 که اولین اعتراض‌های گروه‌های محروم جامعه را در مشهد داشتیم تا کنون شاید نزدیک به 90 شورش نان و محرومین را در کشور در ابعاد مختلف تجربه کرده ایم. چند مورد از آنها اتفاقاتی است که در دی 96، آبان 98 و چند ماه قبل در خوزستان و اصفهان شاهد بودیم. بعدش هم هشدار میده که این اعتراض‌ها ممکن است شکل‌های دیگری نیز به خود بگیرند. تیتر وعده دروغ عامل تشدید اعتراضات مردمی هم عنوان روزنامه مطلبی تو روزنامه همدلی هستش که به شکست پروژه خامنه یعنی آوردن رئیسی اشاره کرده و با بیان اینکه اعتراضات مردمی در ماه‌های گذشته رکورد جدید را ثبت کرده اینجوری آورده: در مقابل دولت رئیسی تنها به ارائه وعده‌های مختلف اکتفا کرده است. در بسیاری از موارد معترضان به جای پاسخگویی مسئولان شاهد برخوردهای خشن بودند. همین موضوع به گفته کارشناسان باعث شده که نه تنها آتش اعتراض‌ها کم نشود بلکه باعث افزایش انتقادات به خصوص به دولت رئیسی شده است. و تیتر برخورد قهری مهمترین راهکار دولت برای کاهش قیمت مربوط میشه به یه مقاله از روزنامه مردم سالاری که به ادامه چپاول مردم توسط باندهای حاکم اعتراف کرده و نوشته دستور رئیس جمهور برای کنترل بازار به نوعی یک نمایش محسوب میشود. وقتی دست دلالان دولتی و خصوصی و رانتخاران برای بازی با سفره مردم باز است، چطور قرار است قیمت کالاها کاهش پیدا کند؟ بله، اشاره کردین به جنگ اوکراین. این موضوع چه بازتابی در روزنامه‌های حکومتی داشته؟ بله، در واقع بازتاب جنگ اوکراین توی روزنامه حکومتی تشدید شق و شکاف توی باندهای حاکمه و همینطور از یه طرف هم وحشت از بی‌آیندگی این نظام. مثلا روزنامه رسالت توی سرمقالش با اشاره به مردم اوکراین ابراز نگرانی کرده که تو وضعیت مشابهی مردم ایران از نظام آخوندی حمایت نخواهند کرد. این روزنامه اینجوری نوشته: نیازمند تدبیر جدی هستیم. اقناع مردم به همراهی و همدلی با برنامه‌های دفاعی و توانمندی‌های نظامی مهمترین گامی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا به صورت جامع به دو دستگی‌های بروز یافته در این حوزه پایان دهد. روزنامه جمهوری اسلامی هم مطلبی داره با تیتر نسل من و بمب روسی و شعار مرگ بر آمریکا به نوشته محمد مهاجری مهره باند اصولگرا که ضمن اشاره به مواضع ضد و نقیض رژیم در مورد روسیه اینجوری نوشته: نسل من 50 سال است میشنود سیاست درست نه شرقی نه غربی است، اما حالا میبیند در برابر کشتار مردم اوکراین چه شامورتی بازی ها در میآید. نسل من میبیند وقتی نوبت به پوتین میرسد روی سرش آب توبه ریخته می شود.
در ادامه اضافه میکنه که نسل من الان باید عزتش را قربانی همسایه شمالی کند و غیرتش را پای چشم بادامی های چینی سر ببرد. نسل من چه خاک بر سر است، چه بدبخت است. و بالاخره تیتر ما و جنگ فیل ها، عنوان یه مطلب از روزنامه شرقه که من الان یه تیکشو براتون میخونم. کیان نظام با چشم دوختن به قدرت ها محفوظ نمیماند، ولی با پشت کردن به یکی برای خوشایند دیگری حتی از دست هم میرود. خب دوستان عزیز، با هم مروری داشتیم به روزنامه رژیم. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. می‌بینید در نظام متناقض و ارتجاعی ولایت فقیه انبوهی اتفاقات بی ربط با یکدیگه به صورت عجیبی روی هم می‌افته و واقع میشه، نباید خیلی تعجب کنید. مثلا اگر می‌بینید یک نفر که رئیس رسانه به اصطلاح ملیه و به قول مردم میلی رژیم هست، یک مرتبه به ریاست یک هلدینگ بزرگ گمارده میشه، یا اگر که سرکرده سابق سپاه پاسدارانی که فقط آدم کشتن بلد بوده یک مرتبه مشاور اقتصادی رئیسی جلاد میشه، نباید تعجب کنید. چون که در رژیم قرون وسطایی و عقب مونده آخوندی همه چیز به همه چیز ربط داره. برگرفته از روزنامه‌های حکومتی با اندکی تلخیص و تصرف. همه چیز به همه چیز ربط داره. از قدیم دانشمندان دنیا میگن که همه چیز جهان به هم ربط داره، حتی اون چیزایی که ما فکر میکنیم بی ربطه. البته اونا نتونستن اینو اثبات کنن، اما در مملکت ما این قضیه بسیار پیچیده خیلی ساده اثبات شده و نمیدونم که چرا دانشمندا با اون همه ادعا نتونستن اونو ثابت کنن. آقا به خدا هر چیزی بی ربط به نظر میرسه، خوب که تحقیق کنی ارتباطشو میفهمی. مثلا رئیس سابق صدا و سیما علی اصغری در دولت جدید میشه رئیس هلدینگ خلیج فارس. اگه سطحی نگاه کنی خب خیلی بی ربط و نامربوطه، اما عزیز من اشتباه میکنی، خیلی هم مربوطه. وقتی شما رئیس صدا و سیما باشی و در بست این رسانه رو بذاری در اختیار از ما بهترون، خب اونا هم باید تلافی کنن و نذارن سر پیری و سیاه زمستون لنگ یه لقمه نون باشی. میانو یه آب باریکه‌ای مثل هلدینگ خلیج فارس رو بهت میدن. ممکنه مثلا سوال بشه که خب محسن رضایی که شده معاون اقتصادی رئیس جمهورم خیلی بی ربطه. خب باز اینم اشتباه شماست. اصلا تخصص محسن رضایی اقتصاده. اگه معاندین با ما سر لج نداشتن، حتما به خاطر تز معروفش که بریم سرباز آمریکایی بگیریم و برای آزادی هر کدومشون $1 میلیارد باج بگیریم، یه نوبل اقتصاد بهش میدادن. البته محسن رضایی به دلیل مشغله زیاد وقت نکرد که جواب بعضی از سوالات رو بده، که مثلا اگه گرفتن سرباز آمریکایی اینقدر بیزینس پولسازی واسه نظامه، پس چرا ما مدام میگیم از منطقه خارج شن یا 2000 کیلومتر از ما فاصله بگیرن؟ یا چرا وقتی قرار بود که هواپیمای اوکراینی رو به اشتباه بزنیم، اول از مسافرا پرسیدیم که پاسپورت و تابعیت آمریکایی ندارید؟ خب بگذاریم، از مطلب دور شدم. صحبت ما سر ارتباط همه امور به هم بود که من خیلی بی ربط وارد چند تا سوال شدم که اصلا ربطی به موضوع نداره.
حقمون رو میگیریم، حقمون رو میخواهیم. حقوق‌های لژیونی فلاکت کاری نمی کردید. این بندگان خدا در این شرایط سخت کرونایی و این شرایط سخت جسمی و ذهنی مجبور شدن اینجا بیان. حقوق‌های نجومی فلاکت عمومی، حقوق‌های نجومی فلاکت عمومی. موضوع کودکان کار به یک رسوایی بزرگ برای نظام آخوندی تبدیل شده. این رو در دعواهای باندی خودشون هم میگن. در این دعواها یک سال اساسی مطرح شده و اون اینه که واقعا یک خانواده برای اینکه کودکش رو به جای کار و زباله‌گردی به درس و تحصیل بفرسته مگر چقدر بودجه میخواد؟ پاسخ هر چیزی که باشه یک مبلغ نجومی مثل حقوق بسیاری از مدیران نظام نیست. پس چرا هیچ دولتی به فکری نبوده که این ننگ رو از خیابون‌ها جمع کنه؟ و سوال اینه که راستی چرا؟ مردم در شبکه‌های اجتماعی پاسخ میدن در نظام آخوندی همین کودکان کار هم حاصل زحماتشون به کیسه مافیاهای شهری میره. بله، کسی در نظام از دیدن کودکان کار شرم نمی‌کنه، چرا که شرم یک احساس انقلابیه. ممنون. اسمت چیه؟ محمد. آفرین محمد. چی کار میکنی اینجا؟ من اینجا واکس میزنم. واکس میزنی؟ چند وقته؟ من؟ بله. از کی؟ یه ساله. یه ساله؟ او چند سالته؟ 8 سالمه. مدرسه چی؟ میری یا نمیری؟ نمیرم. چرا؟ نمیدونم. سال دیگه میرم. سال دیگه میری؟ انشالله. چه خوب باکس میزنی؟ چه خوب باکس میزنی؟ بتونم باکس میزنم. حقته، ماشاءالله. یه دست دیگه تکون بده برای دور بینم. در کتب درسی حکومت آخوندها به جای بابا نانداد باید بنویسند کودک نانداد. آن هم کودکانی که هنوز به سن دبستان نرسیدند. و این شرم هر روز در خیابان بر چهره مردم می نشیند. یکی دیگر از این جلوه های شرم را ببینید. کودک کاری که داره خودش گرم میکنه با اگزاز اتوبوس. این گرمای دودالود به جای گرمای آغوش مادر نصیب این کودکان میهن شده است. اینجا مراغه در آذربایجان شرقی است و این دختر 7 ساله با چه نگرانی زایعات را جمع‌آوری می‌کند. نه از ترس شب سرد زمستان، شاید از ترس مامورین. آیا این تنهای نحیف میتوانند در این سنین کم بارهای سنگین زندگی آن هم در حکومت سراسر فساد آخوندی را به دوش بکشند؟ نباید به اشتباه تصور کنیم که در این حکومت کسی به فکر آنها نیست. البته کسی به فکر آنها هست و او همان حکومت آخوندها است که در فکر است درآمد ناچیز همین بچه های خردسال را هم بچاپد. شهرداری مایی چقدر ازت میگیره؟ شهرداری کجا؟ همینجا منطقه 8 دیگه. آره حتی هم 4 تا میگیره برای اینکه یک ماه آشغال جمع کنیم. آره رشوه از شما پول میگیره. الان برج 6 تومن میگیره. الان باز ساعت ما رو کم کرده. الان تخفیف بهتون داده. آره ساعت ما رو کم کرده. ساعت چند تا چند؟ الان ساعت 4 تا 10. 4 تا 10 شب مایانه 4 میلیون میدی به مامور شهرداری. من بنده خدا الان ساعت 9 شبه. نارمک خیابون مهر جنوبی. خرجش از اینا در میاد شهرداری. بله خرج مامورای شهرداری از اینا.
در سراسر ایران چرخ حکومت آخوندی بر همین منوال میچرخد. طبق آمارهای همین رژیم در سال 1399 شمار این کودکان بین 3 تا 7 میلیون بوده. شهراران نیوز 23 خرداد 1399 نوشته است آمار کودکان کار ایران بین 3 تا 7 میلیون است، ضمن اینکه این رقم برای تهران نیز 20 هزار نفر تخمین زده می شود. اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند، آمار دقیقی در این زمینه نمی توان ارائه کرد. این یعنی شمار کودکان کار باز هم بیشتر از 3 تا 7 میلیون است. به جنوب ایران برویم تا ببینیم همین کودکان چگونه نان برای خانوادشان در می آورند. مثلا جاده به چشم چوه هن چوه هم جو ماشی نیست جم باید فیلم هر لگه حرکت کنید بره خود بسر راسا بسید کاروانی دو چرخ سواران رفت کنید ماشیری دو یا گرم بی شبه کنید لرفوش که سراسید کمک کنید بار واش من تر را مکپه شاگردان بره او دا پشت بنا او بی کار سوختبری خطرناک است. هم به علت امکان آتش گرفتن پیت بنزین، هم به علت تیراندازی و کشتار توسط پاسداران. اما کودک باید نان خانواده بیمار و محرومش را در بیاورد، زیرا تمامی قوانین این حکومت وارون است. اکنون ببینیم واکنش این کودکان به آخوندهای حاکم که چنین زندگی سختی را برایشان رقم زده اند چیست؟ باقی! باقی! اینها دانش آموزان بلوچند که در تظاهرات اجباری حکومتی حق خامنه ای را کف دستش می گذارند. بله، پاسخ کودکان به حکومت آخوندی سنگ و لعنت است. خانم برای کودکان کار در میهنم، آنان که از جرفای قلبم دوستشان دارم، و از این که صبح تا شب به دنبال لقمنانی در خیابانهای شهر پرسه میزنند، شرم از تماشای آن تمامی وجودم را در بر میگیرد. روزگار کودکان کار در گاهواره فقر فرزند ما نشسته، در چهار راه و بازار بنگر تو دست دسته، خواب است دخت مردم در سایه های شمشاد، زیرا که خانمانش از ظلم رفته برباد. بگذار تا بخوابد، شاید به خواب بیند یک زندگی راحت فارغ ز فقر و بیداد. چیزی نمانده دیگر، نه خانه ماند و نه نان، این زندگی چه سخت است، از ظلم مردن آسان. دیدی جوان میهن در اوج فقر و مهنت، یک کیسه رنج و حسرت در زیر سر نهاده؟ اینجا کنار دیوار کانون گرم خانه است،
در خواب ناز خود غرق پروانه و جوانه. برخیز هموطن تا راه قیام جویی، کین راه حل آخر بر درد این زمانه است. کین راه حل آخر بر درد این زمانه است. بینندگان گرامی، از این کتاب پایان برنامه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. با آرزوی موفقیت برای همه شما تا دیدار بعد، خدا نگهدار.